زندان گرگان، زندان گرگان. خوش اومدی آقای دکتر. 14 زندانی سیاسی گمنام اینجا بودن، یکی از یکی گلتر، یکی از یکی پاکتر، بی دلیل. من راجع به اینها بعدن صحبت. سلام عزیزانم، من چهارشنبه دو هفته پیش خودم رو به زندان اوین، به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی کردم. رفتم پیش یک قاضی شعبه یکم دادیاری یا شعبه اول دادیاری. قاضی با ادبی بود، جوان بود. نهایتاً به من گفتش که شما چون چهارشنبه است نمیتونیم شما رو به گرگان بفرستیم، شما باید 3 روز در اوین بمانید. این 2 هفته زندان من، باور کنید، شاید اراده شما مردم ایران بود که من برم گرگان و از 14 زندانی گمنام خبر بگیرم. گمنام بودن زندانیان سیاسی، اصلا هر زندانی، یک فاجعه است. یعنی در هر کجای دنیا هر زندانی نام و نشانی داره، مکانی داره، مشخصه، ولی اینجا بجز بخش عمومی زندانیان دیگه ازشون خبری نیست و این خیلی دردناکه، به ویژه زندانیان سیاسی. اگر بدونید در پستوهای سپاه، در پستوهای اطلاعات چه بلاهایی سر بچه های ما آوردن، سر مردان و زنان آوردن، به خاطر اینکه بی‌نشان بودن، کسی از جای اونها خبر نداشته، اصلا اسمشون ثبت نشده بود به عنوان زندانی. خب من رو به زندان اوین فرستادن که 3 روز بمانم، بعد شنبه من رو به سمت گرگان بفرستن. منو به قرنطینه، یه زندانیست، یه بندیست به اسم قرنطینه که زندانی ها اول میرن اونجا، از اونجا سرشکن میشن به بندهای مختلف. منو بردن اونجا، کمی بودم، بعد رئیس زندان آمد به من گفت منو میشناسی؟ گفتم چهرتون برام آشناست. گفت سال 89 که شما 1.5 سال در زندان بودید، از 88 تا به بعد من معاون زندان اوین بودم، شما اعتصاب خشک کردی، من آمدم بالا سر شما، من 4 محالی هستم و الان رئیس زندان اوینم و از شما آقای نوری‌زاد یه درخواست دارم و اون این که تو این 3 روز زندان ما رو بگذار آرام باشه، سر به سر زندانی ها نگذار. گفتم مسئله من اصلا شما نیستید، گرچه زندان باید دارای شرایطی باشه و زندانیان باید دارای حقوقی باشن، اما مسئله من شما نیستید و من کار خاصی ندارم، اینجا 3 روز هستم و بعدم میرم. منتها از شما یه خواهشی دارم. گفت بگو. گفتم منو به یک سلول انفرادی بفرستید که من این 3 روز رو، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه در زندانه، در یه سلول انفرادی باشم. گفت نه، ولی میفرستم به یک بند تر و تمیز. منو فرستادن به اندرزگاه 6 کارگری. اونجا حدود 120 جوان زندانی بودن که به خاطر مهریه در زندان بودن. من بسیار اندوهگین شدم که در یک چنین شرایطی، الان تو دنیا نگاه بکنید ببینید چند نفر به خاطر مهریه در زندانن، از جوان 18 ساله که هنوز صورتش کامل مو در نیاورده بود، در اونجا بود به خاطر مهریه، تا مردان 30-40 ساله. گرچه یه چیزی غریب 70-80 نفر هم زندانی مالی بودن، زندانیان ارزی، موبایل، اینها. این زندان از این منظر برای من بسیار آزاردهنده بود که
120 نفر جوان به خاطر مهریه اونجا در بند بودن، اسیر بودن و هر کدوم مثلا 150 سکه، 200 سکه، 300 سکه، 500 سکه مهریه داشتن و باید می پرداختن. یه واژه‌ای هست به اسم اعذار که باید برن بگن که آقا ما نمیتونیم بپردازیم و قسط‌بندی بکنن. مثلا جوانی بود که قسط‌بندی کرده بودن که هر ماه دو تا سکه بپردازه و چون نتونسته بود همونجا مانده بود. جوانها میامدن میگفتن میخندیدن، حالا مثلا توپ بازی میکردن، ولی همه افسرده بودن، همه نگران. بخشی از جوانیشون داشت اونجا آب میشد. من به جوانی برخوردم که میگفت من یک ریال نمیدم و هستم اینجا اگرچه 20 سال هم طول بکشه. خب این آزاردهنده بود، گرچه جوانایی بودن که تلاش میکردن برن بیرون کار بکنن که بتونن مهریه رو بپردازن. این بخش رو داشته باشید. صبح شنبه من رو بردن از زندان اوین بیرون و بردن به یک یگان ویژه بدرقه. اینجا فاجعه است. براتون تعریف میکنم که برای انتقال یک زندانی از تهران به شهرستان یا از یک شهرستان به شهرستان دیگه چه دم و دستگاهی، چه بخور بخوری، چه فاجعه های انسانی، شعوری، قانونی دست به دست میشه. داستان یگان بدرقه رو براتون تعریف